روز 85 ادبیات گفتگو آیناس در چه رشته ای درس میخوانی؟ بهشاد من دانشجوی ادبیات هستم. چه جالب، چه نوع شعرهایی را دوست داری؟ من غزل خیلی دوست دارم، مانند شعرهای حافظ و سعدی، اما به مثنوی مولانا هم علاقه دارم. تو کتاب مثنوی مولانا را داری؟ نه، کتابش را ندارم. من قبلا از کتابخانه گرفتم و مطالعه کردم. من خیلی دوست دارم مثنوی را بخوانم. می توانی کتابش را بخری. کتاب شاهنامه فردوسی را هم به تو پیشنهاد می کنم بخوانی. آن هم فوق‌العاده است. لطیفه. روزی ملا و پسرش دیدند که عده‌ای جنازه‌ای را با خود می‌برند. پسر ملا از پدرش پرسید: پدر، این جنازه را کجا می‌برند؟ ملا گفت: او را به جایی می‌برند که نه آب هست، نه نان هست و نه چیز دیگری. پسر ملا گفت: فهمیدم، او را به خانه ما میبرند. جمله های رایج: چرا این رشته را انتخاب کردی؟ شهریه چقدر است؟ برای تحصیل در خارج کشور بورسیه گرفتم. شعر: یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. حافظ. کلمه روز: کوچ. کوچ معنی. مثال: عشایر در ایران از یک مکان به مکان دیگر کوچ می کنند. ضرب المثل: اگر برای من آب نداشته باشد، برای تو نان دارد. این اصطلاح زمانی به کار می رود که کاری برای عده‌ای ضرر و برای عده‌ای دیگر سود دارد. از آسمان افتاد: این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رود که به زور و قدرت خود می بالند. برای مثال می گویند: مثل این که این آقا از آسمان افتاده است. گفتگو: فرشاد، تو کتاب بوستان و گلستان سعدی را خوانده ای؟ میترا: من فقط کتاب گلستان را خواندم. چطور کتابی است؟ به صورت داستان و پندهای اخلاقی نوشته شده است. در مورد شاهنامه فردوسی هم چیزی می دانی؟ البته. این کتاب به صورت حماسی نوشته شده است، درباره افسانه ها و اسطوره های تاریخ ایران است. من داستان رستم
و سهراب آن را خیلی دوست دارم. اصطلاح روز: روزه شکدار نگیر. معنی: در امور و یا کارهایی که احتمال شکست و زیان است وارد نشدن. خواندن: حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، مشهور به عمر خیام، از مشاهیر ایران و یکی از مفاخر بزرگ تاریخ است. زمان تولد او در حدود سالهای 1058 میلادی برآورد شده است. خیام از ریاضیدانان، ستاره شناسان و شاعران به نام ایران در دوره سلجوقی است. وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضیدانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. خیام همچنین شاعری مبتکر بود. رباعیات خیام به اغلب زبانهای زنده از جمله انگلیسی ترجمه شده است. کلمات جدید: اشایر، دوره، جانشین، مقابل، برجسته ترین، حماسه، صرف کردن، شاهکار، اسطوره، دوچار شدن، ریاضیدانان، آشفتگی، احیا، فانوس، سوری، حیرانی، بالیدن، مثل اینکه، مفاخر، برآورد کردن، نقش، معادلات، مطالعات، مبتکر، رباعیات، اغلب، بنام، مشاهیر، مفاخر.